جان مولا علی جان مولا علی جان مولا علی جان مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله آخر در باب درس ششم، تبلیغ قرآنی قدیر. منظور از این حرف چیه؟ منظور این است که ما الان تو روزگاری هستیم که دغدغه هممون فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه. میخوایم قدیر رو به شکل‌های مختلفی تبلیغ کنیم، باید هم تو قالب‌های مختلف برای مخاطب‌های متفاوت تعریف‌های مختلفی از تبلیغ قدیر داشته باشیم. اما به هر حال به دلیل اینکه قرآن کتاب مقبول همه مسلمینه، یکی از بهترین شیوه‌های تبلیغ قدیر تبلیغ قرآنی قدیره. یعنی چی؟ یعنی ما اگه خواستیم بگیم قدیر ما برحقه، حتی اگه خواستیم قدیر رو برای بچه‌های خودمون توضیح بدیم، اولین حرفمون این باشه که قرآن گویای قدیره. قدیر تو متن قرآن ماست. این برای فرزندان خودمون، برای ملت شیعه خودمون یه نتیجه داره، برای دیگرانی که تو اعتقاد ما نیستن یه نتیجه دیگه داره. برای ما، خب همه شیعه قرآن رو قبول دارن، رو سرشون میگذارن، رو چشمشون میگذارن. حالا اگه هر شیعه اینو بدانه که قدیری که اینقدر صحبت داره میشه تو متن قرآنه، چقدر دلش آرام میگیره، چقدر دلش مطمئن میشه. یه عبارتی رو خدا تو قرآن میفرماید، انصافا یه راهگشای زیباییه. به حضرت ابراهیم خداوند فرمود اولم تؤمن، گفت خدایا دلم میخواد مرده زنده شدن رو ببینم که روز قیامت چه شکلی میشه. خدا گفت مثل این که به نظر میاد که ایمان نیاوردی، این حرفو میزنی. جواب حضرت ابراهیم که خدا هم خیلی خوشش اومده تو قرآن آورده این جواب رو، فرمود ولکن لیطمئن قلبی. دو تا حرفه، یکی ایمانه، یکی این که دلم دیگه آروم شد، یه خیالم راحت شد. یه روز آقا رسول الله فرمودن که آی مردم، من که هر چی به شما میگم قولوا لا اله الا الله گوش نمیکنید. به مردم مکه رفتن بالای کوه صفا فریاد زدن. این فریاد بالای کوه صفا در اون زمان معناش این بود که اگه کسی یه احساس خطری کرده، یه دشمنی چیزی داره میاد و اون میدانه و دیگران نه، این میاد اونجا داد میزنه که همه با خبر شن. مردم دیدن که این دفعه پیغمبر داره بالای کوه صفا داد میزنه تو مکه، همه ریختن دور پیغمبر. گفتن چی شده؟ دشمنی چیزی حمله کرده؟ دارن از دور میان به طرف مکه، ما آماده شیم دست به شمشیر بشیم؟ فرمود نه، یه حرف کوچولو با شما دارم. اگه من الان به شما بگم از پشت این کوههای مکه یه لشکری دارن به سمت شهر شما میان، من محمد امین رو قبول دارین یا نه؟ حرف منو باور میکنین یا نه؟ گفتن تو بگی یقین میکنیم که راست میگی، ولو هیچ کس دیگر رو. فرمود خب من دارم میگم بعد از این دنیا یه قیامتیه، یه عذابیه، اگه انجام ندیم توحید نداشته باشیم میرین تو جهنم. شما یه چیزی که به ظاهر دنیاتون برمیگرده میگین قطعا ازت قبول میکنیم، من دارم عذاب علیم رو به شما میگم قبول نمیکنید از من؟ گفتن این یکی رو راست بود. حالا نشست تو قلبم، اطمینان قلب حاصل شد که این حرف دیگه جواب نداره. خب حرف ما اینجا با این دوتا مثالی که زدم، مسئله اینه که وقتی بچه های ما و شیعیان ما بدونن که این قرآن نه یه جای این کتاب، بلکه عرض کردم سه تا آیه است که دیگه همه متفقن که در باره قدیره. 100 تا آیه تو خطبه قدیر از قرآنه، از همین قرآن. یعنی شما مواردش رو یکی یکی بیارم این آیه که ما 100 دفعه میخوندیم، ما تو سوره ملک مثلا 4 تا آیه است. این 4 تا آیه تو متن خطبه قدیر پیغمبر آورده و دشمنان اهل بیت رو با اون جهنمی که تو این سوره وعده داده شده تطبیق فرموده. چقدر آدم
لذت میبره، این قلبش آروم میگیره که عجب، پس این قدیر با این قرآن اینقدر داخل هم دیگه است، اینقدر ارتباط تنگاتنگ با هم دیگه داره. خب پس بنابراین تبلیغ قرآنی قدیر برای ما شیعه این اطمینان قلب و این راحتی فکر رو میاره. برای دشمنان شیعه، مخالفین شیعه، اونهایی که اعتقاد به ائمه ندارن، ما هر دلیلی بیاریم بالاتر از قرآن که نیست. قرآن مقبول بین همه است. ما وقتی بگیم که آقا این حرفی که شما داریم میگه این تو این آیه قرآنه، کجاست دلیلش؟ فلان احادیثی که خودتون نقل کردین، روایاتی که خودتون گفتین، این پشتوانه قرآن قرار دادن برای تبلیغ قدیر در مقابل اونا که مخالف قدیرن یکی از بزرگترین دستاوردهاییه که خدا تو متن واقعی قدیر به ما آموخته و تا امروز هم این اتفاق متعدد افتاده. شما اگر تاریخ ائمه معصومین علیهم السلام رو ببینید، از خود امیرالمؤمنین و حتی خود آقا رسول الله بعد از قدیر تا حضرت زهرا تا برسه به ائمه ما و اصحاب ائمه ما تا برسه به علمای ما، به اندازه‌ای که با آیات قدیر و آیات قرآنی مربوط به قدیر استدلال کردن مقابل دشمنان، با دلیل‌های دیگه کمتر استدلال کردن، چون مقابل مخالف چیزی رو که بهش اقرار داره اولین حرفو میزنه، محکم‌ترین حرفیه که نمیتونه ازش فرار بکنه. خب این یه بعد و یک نکته به اصطلاح قرآنی قدیر که از بعد تبلیغ قرآنی قدیر بهش نگاه میکنیم. نکته دومی که در اینجا مطرح هست مسئله این است که خدا تو قرآن آیاتی که مطرح کرده درباره مطالب مختلف، یه عده از این آیات آیاتی هستند که فهمش برای همه ساده است و خیلی مشکلی نداره. ان الله سمیع علیم، حالا ولو اینا باطن داره، ولی به هر حال در نگاه ابتدایی این آیه مشکلی در فهمیدنش نیست. یه آیاتی داریم که خدا فرموده که فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، آیات متشابه، آیاتی که بالاخره از نظر ظاهرش یه انسان گیری میکنه و نمیتونه بفهمه. اما رقم سوم آیات، آیات عجیب قرآنه، آیاتی که تو قرآن از نظر چینش ادبی فوق‌العاده است. ببینید خدا تو قرآن یه آیه داره به نام آیه مباهله. خدا میفرماید قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. حالا مثال دارم میزنم، این آیه یعنی چی؟ خدا میفرماید اگه دیدی حرفتو قبول نمیکنن یا رسول الله بگو بیایید بچه هامونو صدا کنیم، بانوانمونو صدا کنیم و خودمون رو صدا کنیم. انسان چجوری میتونه خودش رو صدا کنه؟ آدم که خودش رو صدا نمیکنه که، یه نفر دیگر رو صدا میکنه. این یه ترکیب عجیبه تو قرآن. تو هیچ جای ادبیات عرب غیر از این یه مورد کسی همچین کاری نکرده. یک مورد است و بس، و خدا خواسته اون اوج فصاحت رو نشون بده. که وقتی یه کسی میگه من خودم رو صدا میکنم، این ترکیب معنی خاصی میده. این مال مباهله است. و مال اثبات این که علی ابن ابی طالب نفس پیغمبره. پیغمبر یک کسی رو صدا زد، فاطمه، یه نفر دیگر رو صدا زد، حسن و حسین، این شدن ابنا، این شدن نساء. خب اگه خودش رو صدا می زد دیگه کسی دیگر رو نباید می آورد، اما دیدن علی رم صدا زد، پس انفسنا شد علی ابن ابی طالب. حالا اینو می خواستم فقط مثال بزنم که قرآن یه چند تا آیه داره که از نظر ترکیب عجیبه. از این ترکیب ها دو تاش مال قدیره. یک، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینجوری خدا به پیغمبرش حرف زده که بیاد بگه که اگه نکنی رسالت خدا رو نرسوندی. یا رسول الله، پیغمبر بفرماید خدایا ما چیزی گفتیم. والله یعصمک من الناس، خدا سر نماز نیومده بگه والله یعصمک من الناس، سر روزه نیومده بگه والله یعصمک من الناس، سر حج و خمس و زکات نیومده بگه والله یعصمک من الناس.
ممکنه بفهمید خدا در اون آیه میفرماید اگر پیغمبر بخواد انجام نده لقطعنا منه الوتین، اگه پیغمبر از حرف ما سرپیچی کنه گردنشو میزنیم. داره به دیگران میگه که اگر پیغمبر همچین کاری بکنه ما این رفتار رو میکنیم، اما به خود پیغمبر نمیگه که تو اگه این کارو نکنی ما اینجوری میکنیم. اما تو این آیه صاف تو روی پیغمبر خدا میفرماید و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، که خود پیغمبر اول خطبه قدیر توضیح داد از بس که حرف مهم بود. والله یعصمک من الناس، خدا یه بار به پیغمبر ضمانت داده که در توضیح این آیه در روایات ما هست که خداوند به پیغمبرش فرمود شما در جنگ های بدر و احد و اینها میری یا شکست میخوری یا پیروز میشی، من ضمانتی نمیدم، هرچی که بناست اتفاق بیفته خدا بلده، ولی گفت من اینجا نمیام حتما یه کاری کنم شما تو جنگ بعد، تو جنگ احد، تو جنگ خندق، تو جنگ شیب پیروز بشی، نه هر جوری که پیش اومد. یه جا خدا گفته من ضامنم تو برو جلو کارت نباشه، اونم اینجاست. والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از دست مردم و شر مردم حفظ میکنه، من به تو گفتم به قدیر رو برسون، مطمئن باش کسی تکون نمیتونه بخوره. اون همه توطئه که تو قدیر بود هیچ جای عمر پیغمبر نبود، ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و پیغمبر اون کار خودش رو تا آخرین لحظه انجام داد. توطئه قتل اومد، توطئه قتل خود امیرالمؤمنین اومد، برهم زدن مجلس پیغمبر تو قدیر اومد، قبل از اون این همه توطئه رد شدن از قدیر اومد، تو این سه روز اینقدر حرف زدن و وسوسه و اینا اومد، اما پیغمبر اون کاری رو که میخواست بکنه آنچنان که باید تموم کرد و هیچ کسی نتونست این برنامه رو به هم بریزه. این یه آیه. آیه دوم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. همه قرآن رو اگه حوصله کردید یه دور کامل مطالعه کنید، اگر یک آیه پیدا کردید که در اون خدا گفته باشه که من این همه چیز که به شما گفتم، که یکیش خود قرآنه، یکیش خود قرآنه، تمام شد، دیگه من چیزی برای گفتن ندارم برای شما، من دارم و برای شما بسه، نه اینکه من حرفی برای گفتن ندارم، نه برای شما اکمل تلکم دینکم، اون دینی که بنا بود برای شما بیاد اومد دیگه، دیگه منتظر نباشید. یک آیه پیدا کنید اینقدر عظمت حرف توش خوابیده باشه. باز اگر به همین کلمه اکتفا کرده بود بازم مهم بود، چون میدونید دین یعنی از حضرت آدم ابوالبشر دین خدا شروع شد، یعنی اولین آدم با دین اومد رو زمین، خدا بدون دین کسی رو نیاورده. خب این دین توسط انبیا هی تکمیل شد، هی تکمیل شد، تکمیل شد، تکمیل شد تا رسید به خاتم انبیا. حضرت پیغمبر هم در طول عمرش این دین رو هی تکمیل کرد، تکمیل کرد، تکمیل کرد تا شد روزی که قدیر نازل شد، قدیر انجام شد. این مسیر 6000 ساله، 7000 ساله، یک آن خدا این دینو نسبت به 6000 سال قبلش مهر تکمیل زد و تا آخر دنیا هم این مهر تکمیل باقی موند. یه روز اینطوری و اون روز قدیره، این آیه مال روز قدیر شد. خیلی حرفه. این ترکیب تو هیچ جای قرآن نیست. دیگه خدا ادامه میده. فرمود و اتممت علیکم نعمتی. ای خدایی که اینقدر نعمت به بشر دادی، هیچ کدوم اینا رو نعمت بزرگ حساب نکردی. ولایت امیرالمؤمنین رو زمانی که قدیر انجام شد گفتی خب دیگه بشر من هر چی قرار بود به تو بدم دیگه تموم شد، دیگه از این بالاتر نمیشه، دیگه از این نعمت بالاتر چیزی دادنی به تو ندارم. این حرف کمیه؟ این ترکیب کجا پیدا میشه؟ شما یه لحظه فکر کنید اینو خدا میگه. خدا صاحب انواع نعمت هاست، برای خدا نعمت دادن اصلا چیزی نیست. خدا الان بخواد مثلا به یه نفری که هیچ چی نداره یه مرتبه 4 تا کشتی توی دریاها بده که پر باره، مثلا کاری داره برای خدا؟ تو یه آن یه سبب سازی میکنه، یه نفر دو دستی میاد میگه آقا این 4 تا کشتی من مال تو. این خدا که هر جور نعمتی بخواد بده میتونه بده، خاک و طلا کنه، میفرماید من خدا تو نعمتام چیزی مثل ولایت علی پیدا نکردم. همه نعمتای من یه طرف، این یه نعمت یه طرف. اتممت علیکم نعمتی،
حرف خیلی بزرگتر از اون حرف هاست که من و شما فکر میکنیم. بازم به این اکتفا نکرده خدا که اگر اکتفا کرده بودم بس بود، خیلی بود تا فهمیدنش. فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. فرمود حالا اگه یکی شعور نداره یه حرفی، من که یه بار گفتم اکملت لکم دینکم، یه بارم که گفتم و اتممت علیکم نعمتی، حالا شاید یک کسی باشه هنوز نفهمیده باشه، برای اینکه همه بفهمن رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام، اسلام، ان الدین عند الله الاسلام، ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما، همه انبیا مسلمان بودن، یعنی اسلام بوده دینشون. این اسم یهود و نصارا اون کسانی است که این دینا رو منحرف کردن که داستانش بمونه برای بعد. اما خدا میفرماید یه دین از اول حضرت آدم تا آخر خدا رو زمین نفرستاده، اونم اسلامه. شد؟ حالا اون اسلام رضیت لکم الاسلام دیناش امروزه، یعنی امروز اسلام تازه شد اسلام، یعنی تا دیروز یه گوشش کم بود، یه جاش نبود، اینجاش ناقص بود، اینجاش ناقص بود، به خاطر اینکه مردم کشش نداشتن. آهسته 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 انبیا اومدن به یه جایی رسوندن، پیغمبر ما اومد تکمیل کرد، تکمیل کرد، امروز اسلام تازه شد اسلام، تازه تکمیل شد، تازه شکل گرفت. اونی شد که من خدا میخوام، اونی شد که من خدا میپسندم. رضیتو، ببینید رضیتو رو یه وقت من میگم، یه وقت شما میگی. خب ما یه لیوان آب سرد بخوریم میگیم رضیتو چقدر خوشمزه بود، اما خدا بخواد بگه از یه چیزی راضی شدم خیلی فرق میکنه. خدا تا یه مثقال کم و زیاد باشه نمیگه رضیتو، تا یه ذره هنوز کار داشته باشه نمیگه رضیتو، اما خدا اینجا فرموده رضیتو، من راضی شدم. چی؟ الاسلام، یعنی این اسلامی که این همه گفته شده تو قرآن هم پره. دینن، دینن یعنی چی؟ میگن تمیز دیگه، یعنی این رضیت لکم الاسلام رو از چه بعدی رضیته خدایا؟ دینن یعنی اگه کسی میخواد دین داشته باشه دین اینه، بقیهش اصلا دین نیست، غیر این اصلا دین حساب نمیشه. من اصلا رو دینی که غیر این باشه اصلا پرونده‌ای باز نمیکنم. میگه این روایات شوخیه که خود آقا رسول الله و ائمه فرمودن اگر کسی بین رکن و مقام عمری رو روزه بگیره، عمری رو عبادت کنه، به اندازه تمام کوههای دنیا صدقه بده، با این حال ولای علی رو نداشته باشه، بیاد روز قیامت خدا با صورت میندازه تو آتش جهنم. خیلی تعجب داره این حدیث، تو رضیت لکم الاسلام دینا خوابیده این حرف دیگه. خدا میفرماید غیر این باشه من راضی نیستم. وقتی راضی نیستم چی آوردی برای من؟ چیزی که من نمیخوام می بار کن بیار، چیزی که من میخوام نیار، به چه درد من میخوره؟ اونی که من میخواستم که نیاوردی. خب این هم یه بعد میمونه. آخرین قسمتش سأل السائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. خدا میفرماید که ما بنده هامون چند رقم هست. یه بنده هایی هستن که گناهکارن، گاهی توبه میکنن، میگن خدای غلط کردیم، بازم دوباره گناه میکنن، این یه رقم بنده است. یه بندگانی ما داریم که اینا گناه میکنن، خیلی هم پرروان، نه توبه میکنن نه هیچی، همجور ادامه میدن، اما میدونن که گناهکارن، خودشون از خودشون بدشون میاد، جلوی خدا شرمندن. یه بنده هایی خدا میگه من دارم که اینا گناه میکنن، توبه هم نمیکنن، تو دلشون هم شرمنده نیستن، با کمال قساوت اون گناه رو ادامه میدن، افتخارم میکنن. خب مثل قوم لوط و قوم هود و بالاخره اینایی که خدا دید چاره ای نیست، خلاصه کارشون رو تمام کرد. اما یه آدمایی هستن احمق‌تر از این حرفان. به قوم لوط، به قوم هود، به قوم نوح شما قرآن رو بخونید، وقتی پیغمبرشون میگفت عذاب میخواد نازل بشه، اینا میگفتن که ما با کو عذاب، ما که نمیبینیم، حالا کیه که عذاب بیاد؟ ببینید عذاب رو حد اکثر مسخره میکردن، عذاب رو قبول نداشتن. اما خدا میفرماید یه دیوانه ای تو قدیر پیدا شد که هیچ کدوم امم گذشته همچین چیزی نبود، یه نفر تو قدیر پیدا شد، سأل سائل به عذاب واقع. یکی اومد گفت خدایا من از تو عذاب میخوام. قوم نوح اومدن بگن خدایا عذاب رو بفرست بیاد،
چرا همچین چیزی رو گفتن؟ قوم نوح گفتن عذاب رو بفرست بیاد، ما منتظریم، زودتر بفرست، ما معطلیم، از چرا نمیفرستی؟ نگفتن همچین چیزی. اما این آدم دیوانه احمق اومد وایستاد گفت چی؟ اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجاره من السماء. خدا هم فرمود لیس له دافع. حالا کیه که بیاد جلوی این عذابو بگیره؟ بفرما. یه سنگی کوچولو فرستاد تمام شد. حالا آیه سأل السائلون رو کل سنی ها نقل کردن، علامه امینی هم جلد اول القدیر آورده که این آیه درباره همین حارث فهریه که اومد این حرفو توی قدیر زد. یه آیه غیر عادی عجیب تو قرآن هست مال قدیره. سأل السائلون به عذاب واقع، للکافرین لیس له دافع من الله ذل معارج. در پایان و انتهای این بحث این نکترم اضافه کنم و این قسمتم پایان ببریم، و اون اینکه اگر اون صد آیه‌ای که در متن خطبه قدیره اضافه کنیم به این آیات، و اگر احادیثی رو که تبلیغ قرآنی قدیر رو به ما یاد دادن اضافه کنیم به این سه آیه‌ای که گفتیم، یک دریای مواجی از ارتباط قرآن و قدیر برای تبلیغ قرآن و قدیر و برای تبلیغ قرآنی قدیر جلوی ما هست که با کمال آسایش میتونیم ازش استفاده کنیم و در زمینه‌های متعدد و مختلف و متفاوت ازش استفاده کنیم. همیشه یادمون باشه قرآن عزیز تو متن قدیره و قدیر عزیز تو متن قرآنه، و قرآن قبل از این که مال غیر ما و غیر معتقدین به ولایت علی باشه مال ماست. ما با قرآن مچیم، اعتقادات ما با قرآن گره خورده، بقیه بخوان نخوان از قرآن فاصله دارن و روز به روز این فاصله بیشتر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.